سلام، من سپیدار هستم. ما تصمیم داریم سفرهای کوتاه در طبیعت کانادا بریم و تجربه های سفرمون رو به اشتراک بذاریم. جاتون خالی. جاتون خالی. امروز مسیرمونو به سمت شهر بنف خواهیم داشت، شهری در پارک ملی بنف در آلبرتای کانادا با جمعیتی حدود 7584 نفر در بین کوههای راکی در 126 کیلومتری شهر کلگری و با ارتفاع 1400 متر از سطح دریا. با کشف آب گرم طبیعی در کنار کوه گوگرد در سال 1883 توسط سه کارگر راه آهن، این شهر بزرگتر شد و محلی برای استراحت مسافران و کارگران قطار شد. در سال 1884 جورج استفن رئیس راه آهن این شهر رو بنف نامگذاری کرد و در سال 1985 سازمان ملل متحد این منطقه رو در فهرست میراث جهانی اعلام کرد. داریم میریم سمت یک آبشار توی شهر بنف که از خود مرکز شهر خیلی فاصله دوری نداره. بوفالزه، جزء مجموعه آب‌های بوریوره که براتون توضیح دادم. هتل اسپرینگ که هتل خیلی معروفیه، دقیقاً در کنار این آبشار قرار داره. River of No Return فیلمی بود که در 1953 در اینجا فیلم برداری شد و نقش اولشو مرلین مونرو در آب‌های این آبشار بازی کرده. در کنار آبشار بوفالز براتون از هتل معروف کنار این آبشار گفتم. این هتل معروف به قلعه‌ای در صخره‌ها به سبک بارونیایی اسکاتلندی در سال 1984 در میراث جهانی یونسکو هم ثبت شد. اسپرینگ هتل اسم این هتلیه که پشت سر منه. این هتل تاریخی در شهر بنف و در پارک ملی بنف واقع شده بین کوههای برندل. الان داریم به سمت لیک لوئیس میریم، لیکی که در نزدیکی شهر بنف حدودا نیم ساعت 35 دقیقه با شهر بنف فاصله داره و میریم از نزدیک ببینیم که چجوریه که مردم کل دنیا
آرزوشونه که این لیک رو از نزدیک ببینن. دقت کنید بغل درختا فنس گذاشتن. این فنس دلیلش چیه؟ دلیلش حیوانات وحشیه که تو این جنگل زندگی میکنن و مرکز حفاظت از محیط زیست این کشور اومده اینا رو قرار داده بغل جنگل کنار جاده، که حیوانات مثل خرس گریزلی که تو این منطقه وجود داره یا حیوانات وحشی دیگه نخوان از وسط جاده رد بشن و آسیب ببینن، یعنی اصلا متوقف میشن. یعنی تا لب این فنسا اومدن ما دیدیمشون زیاد، ولی برگشتن چون نمیتونن دیگه از اون فنس استفاده کنن. اما یه تدبیری براش گذاشتن که این طرف جاده و اون طرف جاده این جنگل ها به هم متصل بشه. چجوری؟ با این پلی که برای حیوانات اصلا گذاشتن. این پلی که الان شما میبینید پر از درخته، یه پل عجیب غریبه که من از توی جادهش و زیر پل رد میشم و این حیوانات از روی پل از این طرف جنگل به اون طرف جنگل میرن، به راحتی ارتباطشون رو برقرار میکنن. وارد جاده اصلی لیک لوئیس شدیم. امروز خیلی اینجا گرمه، باور نکردنیه. امروز اینجا 33 درجه است. میخوایم بریم یه لیک بسیار بزرگ و وحشی و زیبا، چیزی که واقعا خود من خیلی هیجان دارم که الان برم ببینمش زودتر. مسیری که ما باید برای لیک بریم اینه. یه کوچولو میریم تا ببینیم به چی میرسیم. وای، الان با یه منظره هیجان انگیز روبرو میشیم. یک کوچولو بیاد جلوتر. آخ بخش نفسم گرفته. یک کوچولو بیاد جلوتر، این لیک بزرگ رو میبینیم که مثل یک پارچه فیروزه رنگ پهن شده پای کوهای راکی. طولانی مردم ایستادن پشت سر هم تا نوبتشون بشه بتونن بیان قایق سواری توی این رودخانه فیروزه. دقیقا مثل یک نقاشی خیلی گرونیه که ماها هزینه میکنیم میخریمش بزنیم به دیوار که بتونیم این صحنه رو هر روز ببینیم. مثل کارتونای زمان بچگی هامونه، کارتونایی که میدیدیم رودخونه کنار جنگل، جنگل کنار کوه. خیلی صحنه بی‌نظیره، مثل رویاست، واقعا شگفت انگیزه. خاطر وضعیت کرونا اشلی بودو بیا داریم فیلم برداری میکنیم بودو. به خاطر وضعیت کرونا ما مجبور شدیم یه جاده‌ای که خیلی کم رفت آمدتره اونو انتخاب کنیم، برای اینکه جمعیت خیلی زیادی اومده بودن امروز برای بازدید از این لیک بزرگ. لیک لوئیس، دریاچه‌ای که مردم قبیله اولیه ناکودا در کانادا
به اسم دریاچه ماهی‌های کوچک ازش یاد می‌کردند و بعدها در سال 1948 به نام شاهزاده خانم لوئیز کارولین، دختر چهارم ملکه ویکتوریا و همسر مارکوس که در سالهای 1878 تا 1883 فرماندار کل کانادا بود، نامگذاری شد. رنگ فیروزه‌ای این دریاچه از خرد شدن سنگ‌هایی است که همراه با ذوب شدن برف کوه‌ها به دریاچه ریخته می‌شد. خلاصه که جاتون خالی. تا برنامه بعد.